بسم الله الرحمن الرحیم. می بالای بخش اد و رمو پروگرامز Set Program Access and Default بالای این قسمت کلک کرده. بعضی دیفولت پروگرام ها یا برنامه های استاندارد از طریق از خود ویندوز البته از خود آپریتینگ سیستم موش ما در این قسمت مایکروسافت ویندوز درج است. مثلا چی است؟ ویب براوزر است، ایمیل پروگرام است، میدیا پلیر است، اینستانت مسیجینگ است و همچنان ورچوال ماشین. این چند برنامه است که از خود ویندوز در این قسمت چی است؟ ست شدگی است، دیفولت است. و از قسمت نان مایکروسافت از اینجا میگه شما میتونید که اینه میره ریموف کنین اکسس از اینه، یعنی فعلا اجازه داری که از این استفاده کنید فیزانی، و شما میتونید که اینه میره چی کنین اکسس از اینه ریموف کنید تا این که از اشکار گرفته نشه. مثلا دقیق باشین در قسمت کستوم میریم از اینترنت اکسپلورر صحیح سنه اینیبل اکسس از فعلا، یعنی اجازه داریم که از این استفاده کنید. مثلا میریم در قسمت استارت مینیو، اینجا داریم اینترنت. مجرد که بالایی کلیک کنیم در صورتی که نت ما کنکت باشه ما میتونیم که مستقیما از اینترنت چی کنیم؟ استفاده کنیم یا کار کنیم. ما میخواییم که از اینترنت کار گرفتن نداریم با وجودی که در سیستم ما انستال هست، انستال باشه، فقط غیر فعال شبکه ازش کار گرفتن نداریم. در این صورت برش میگیم از این قسمت Any access to this program ایره انچک میکنیم، بعدا اوکی کرده آره میگیم در قسمت استارت مینیو. اینترنت سایک شکلش چنج شد. مجرد که بالای زی کلیک کنید آیا صفحه اینترنت برای ما ظاهر میشه؟ نه، اینترنت پروپرتی ظاهر میشه. یعنی فلحال ما سیستم از اینترنت کار گرفتن نمیتونیم. تا زمانی کار گرفتن نمیتونیم تا زمانی که از قسمت کنترل پنل بخش اد و رموو ست پروگرام اکسس اند دیفولت بخش کستوم ما شما دوباره ایره فال کنیم. وقت زمانی که فال ساختیم بعدا اوکی میکنیم. من در قسمت استارت مینیو سکرین اینترنت پاس آیکن شکل درسته ظاهر میشه و مجرد که بالاش یک بار کلیک کنیم صفحه اینترنت چی میشه؟ باز میشه و ما میتونیم که از اینترنت کار. یعنی طریقه های دیگه هم داره که ما خود بخش مکمل ریموف کنیم براوزر، اما بار دیگه تاک انستال نکنیم از اینترنت کار گرفتن. اما از این طریق ما فقط فال و غیر فال میذاریم. دقیق هستیم؟ بعد بخش بعدیش در قسمت اد و رموو ست پروگرام اکسس اند دیفولت مثلا موش ما اوتلوک است و همچنان میدیا پلیر است. ویندوز میدیا پلیر میرین در قسمت استارت آل پروگرامز بعد اکسسوریز موش ما در قسمت اکسسوریز نه در قسمت داریم ویندوز میدیا پلیر. مجرد که بالای زی کلیک کردیم ویندوز میدیا پلیر چی میشه؟ باز شما وظیفه دیگه میفهمید وظیفه دیگه که است راست ما میدانیم که تلفن خودش چی کنیم؟ پلی کنیم یا میوزیک کنیم. این حالا اگر من خواسته باشم که از زمین میدیا پلیر کار گرفتن نتانیم با کلی چی شوه؟ غیر فعال شوه. فعلا میبینید در قسمت استارت مینیو آل پروگرامز موجود است. در این قسمت هم است و در قسمت خود استارت مینیو. یعنی خلاصه ازش کار گرفتن میدانیم. باز در این صورت اگر خواسته باشیم که ازش کار گرفتن نتانیم بالای ویندوز میدیا پلیر موش ما غیر فعال میسازیم بعدا اوکی میکنیم. حالا که در قسمت استارت مینیو میایم آیا در اینجا میدیا پلیر است؟ نیست. و در ضمن از این اگر در آل پروگرامز بریم از دیگه؟ نیست. فلحال تنها در سیستم ما ویندوز میدیا پلیر نساله. آره مگر خواسته باشم چیز پلی کنم پلی کردن نمی کنم با پلی. نی میوزیک نی ویدیو نه هیچ چیز. از کمپیوتر پلی کردن؟ نمی کنم. تا زمانی که ما و شما از این قسمت دوباره بیم اد و رموو پروگرامز بعدا ست پروگرام اکسس اند دیفولت کستوم دوباره ایره ما فال بزنیم. وقت زمانی که فال ساختیم اوکی کردم استارت سکنین دوباره یک قسمت هم قرار گرفت و در قسمت آل پروگرامز هم قرار گرفت. حالا کلیک کنیم و میتونیم که از میدیا پلیر با می اساس بعضی برنامه های دیگه هم که مثل مسنجر هستک که ما اگر خواسته باشیم غیر فال بسازیمش فقط از قسمت اد و رموو از این بخش ما میتونیم که چی کنیم؟ غیر فقط چند برنامه دیفولت هست. ما هر برنامه را نمیتونیم که قسمت چی کنیم؟ فال و غیر فال بسازیم. می که چطور هر برنامه ایره که ما خودمون میخواییم فال و غیر فال بسازیم ان شاء الله درس بعدی باز خواهد رسید. بعد از او من در قسمت هد نیو پروگرام در اینجا ما و شما داریم ویندوز. در صورتی که ما خواسته باشیم سیستم خودش چی کنیم؟ اپدیت کنیم
در نت کانکت باشین، یک بار بالای قسمت کلیک کردن با شکل اتوماتیک در سایت خود عبده داخل شده، اما ویندوز خودش ورژن خود دریافت میکنه. تمام فیچورایی که ضرورت بچی داره عبده داره، در مجموع تمامش با شکل اتوماتیک عبده میشه. بعد از اومین در بخش Network and Internet Connection بالای قسمت کلیک کرده، در قدم اول داریم اینترنت آپشن. بالای اینترنت آپشن کلیک میکنیم و هوم پیج. حالا ببینید در قسمت استارت منیو بالای اینترنت. بعد وقتانه که اینترنت ما بسیار زیاد ضعیف است امروز، یک اندازه وقت برش میدیم، اگر دیدیم که کار کرد پیش میبریم به شکل پرکتیکال. هوم پیجش کدام سایت است؟ msn.com. صحیح زنی؟ این هوم پیج است با شکل دیفولت. همیشه برنامه اینترنت و سایت اینترنت هم من زمانی که اکسپلورر را باز میکنم خود MSN با شکل دیفولت میباشه. ما میخوایم که با شکل بلانک باشه. بلانک چی را میگه؟ صفحه خالی. یعنی هیچ کدام سایت نباشه. یوز بلانک انتخاب کرده، اباوت بلانک اپلای میکنیم. حالا مجرده که در قسمت استارت منیو اینترنت مجرده که کلیک کردیم، کدام چیز میاد در صفحه ما؟ نه، فقط شکل چی هست؟ بلانک. ما میخوایم همیشه از اینترنت کار ما بالای گوگل است. مجرده که اکسپلورر باز کردیم کدام سایت باز شود؟ گوگل باز شود. در این صورت باز میایم در قسمت خود آدرس، در اینجا درج میکنیم از خود سایت ازی کار بگیریم. بعد از قسمت دبل داش HTTP که از قسمت در مجموع پاک کردم، درج میکنیم google.com. صحیح سنی؟ www شو درج نکردیم. خب www.google.com. بعدا اپلای کردم. حالا ما این در قسمت استارت منیو مجرد کمی بالا اکسپلورر کلیک کردیم، با شکل اتومات باید کدام سایت برام ظاهر بسازه؟ گوگل. هیچ ضرورت نباشه که ما در آدرس بار از گوگل باشه. ببینیم در قسمت پایین ببینین finding site google.com. یک اندازن ضعیف است به او خاطر، یک اندازن خوب صحیح حتی پریویوم کرده نکنه. صحیح زنی؟ خب بالای زی کلک کردیم، فقط هدفش ایست که نمی سایت گوگل شما همه تا میدهیم برای ما چی میسازه؟ ضعیف میسازه. فقط اینجا ما شما سایت معرفی میسازیم وقت زمانی که اکسپلورر خود چی میکنیم؟ باز میکنیم. فقط که باز کردیم کدام سایت ضعیف شد و بس خلاص. و اگر دیفولت میگیم کدام سایتی که استاندارد از خود ویندوز انستال میشه در براوزر ما اونمو صفحه چی میشه؟ باز میشه. مثلا دیفولتش پیشتر چی بود؟ msn.com. وقتی زمانی که یوز دیفولت هم میگیریم به شکل دیفولت یا استاندارد اونمو msn.com چی میشه؟ باز میشه. بخش بعدیش در قسمت خود اکسپلورر، ما و شما در این قسمت اگر دقیق باشین کدام سایت ها را که باز میکنیم تمامش در قسمت لیست قرار میگیره. مثل که ما شما در قسمت استارت منیو در بخش مای رسنت در قسمت داریم. صحیح زنی؟ هر برنامه را که باز میکنیم در قسمت قرار داریم. در اینترنت هر سایت را که باز میکنیم در قسمت چی میشه؟ تمامش لست. مثال میدونم شما در دفتر هستین، فقط براتون میگه که شما از سایت دفتر کار بگیرید، نمو سایتی که براتون معرفی میکنه در هر دفتر کار بگیرید. صحیح زنی؟ اما شما بدون اجازه از او یک سایت دیگر را باز میکنید، مثلا سافتویر دانلود میکنید. صحیح زنی؟ رئیس دفتر براتون اجازه نداده که شما باید سایت های دیگر باز نکنید. مجرده که کمی شما باز کردین، فرض کنید یک چند وقت بعد رئیس دفتر آمد لست کمی چک کرده این قسمت، میبینه که اون برنامه را که شما باز کردین اون قسمت لست چی شده؟ خراب کرد. شما را که بگوید باز کرده بودین، شما خود نمیگین دیگه که راست کنه گاما باز کردین. بازه ای صورت در قسمت رسیدلی دکومنت چی میشه؟ قرار میگیره و شما گیر. پس به این اساس
هر سایت را که ما شما باز میکنیم در قسمت تمامش لست میشه. صحیح زنی؟ ریسنتلی. پس اگر خواسته باشیم گونه ما را در مجموع بکنیم، فقط می ما شما از اینجا برش میگیم که delete files. هدف از اونم ریسنتلی در کامنت هاست. فقط یک بار اوکی میکنیم در مجموع تمام از ما چی میشه؟ delete میشه. لست مثل که ما شما در قسمت گفتیم که بدبختانه امروز گفتیم یک اندازه نت ما ضعیف است، به او خاطر عملی کار کردن نمیتونه. و بخش بعدیش تا چقدر بر ما ریسنت چی کنه استور کنه؟ تا 20 زانه، یعنی تا 20 سایت بر ما در اون قسمت چی میکنه؟ استور میکنه. وقت زمانی که کلیر استوری گفت بخش بیشتر اشتباه کردیم، کلیر استوری میگن در مجموع اون استوری چی میشه؟ دلیت میشه یا پاک میشه. و شما میتونید که از این قسمت برش چی کنید تا 12 سایت بر ما چی کنه با حافظه خود بگیره استور کنه، تا 4 سایت هر قدر خواسته شما میتونید. پس قبلنش هر قدر که بود انتخاب میکنه. و همچنان فانت با کدام شکل سایت را که شما باز میکنید خطایش در مجموع با کدام شکل باشه، میتونید که از این قسمت انتخاب کنید که با کدام شکل شکل چی خطتان ظاهر شود در سایت های اینترنتی. انتخاب کردن بعدا انتخاب اوکی میکنید. فقط چند موضوعی بود که برتون از قسمت اینترنت پراپرتیز گفتم، ان شاء الله موضوعات شما در سمستر بعدی در مجموع خاطانی. و بعدا بخش سکیوریتی میم. فرض کنیم ما در دفتر هستیم، بعضی سایت هایی است که باید بند شود دفتر کار گرفتن نکنند، یعنی اگر کارمند بخوایم باز از اون استفاده کرده نه. باز در این صورت من در قسمت restrict سایت کدام سایت هایی می خواهیم که ما بند شود بالای restrict سایت کلیک میکنیم، از این در قسمت سایت آمده معرفی می سازیم کدام سایت. مثلا درج میکنیم که در قسمت جنرال یک بار ببینیمش به کدام شکل است. http://, بعد از او باز سایت درج میکنیم. من در قسمت سیکیوریتی بالای رسترک کلیک کرده سایت http://, بعد از او www.google.com اد کرده، بعدا اوکی اپلای. این حاله به هیچ وجه ما سایت گوگل را باز کرده؟ و اگر شما خواسته باشین کدام سایت دیگر هم بند بسازید فقط بالای سایت کلیک کرده در قسمت درج میکنید اد میکنید اونم سایت ها در مجموع چی میشه؟ بند میشه. مثل که شما در دیش ها بعض شینل ها را بند میسازید تیزنی؟ پس به میاساس میتونید که سایت های انترنتی را هم در قسمت بند بسازید. و اگر ریموو بگیم دوباره باز پس اکسس میشه، میتونه که از اون سایت ها کار بگیره. اوکی و بعدا اپلای. بخش بعدیش نیم بالای قسمت Network Connection. Network Connection یک درس بسیار وسیع است، فقط فلحال ما شما یک معرفی میکنیم که چطور بتانیم ما یک دایلاب چی کنیم در سیستم خود فعال بسنیم، یا مودم فرض که از انترنت فعال میگیریم از طریق مودم، یا تلفون هایی خیلن در دفاتر هستن، یا در خانه ها ما شما نت از او را فعال بسنیم، یا فرض کنیم دایلاب خود را فعال بسنیم. در این صورت من در قسمت Create a New Connection بعدن برش میگیم next. اینجا موضوعات زیاده است که گفتیم انشاءالله شما بخیر در سمسترهای بعدی در مجموع کار خواهد کردیم. خب در این قسمت هدف ما شما گفتیم از چی استک؟ دایل اپ است. ما میم connect to the network at my workspace workplace ببخشین using dial up انتخاب کرده، بعدن برش میگیم next. باز هم dial up connection انتخاب کرده، برش میگیم که next. از این قسمت کمپانی نی، از کدام کمپانی که شما میخواید انترنت بگیرید در این قسمت نامش را درج میکنید. مثلا افغان تلکام، بعد برش میگیم نیکست. فون نمبر تلفن را درج میکنید، فرض کنید 0 75 12 13 15 و 4. این چی هستک؟ شماره تلفن است. بعدا برش میگیم next. Add a shortcut to this connection to my
دسکتاپ. یک شارکت شد روی دسکتاپ من هم قرار بدیم. انتخاب کردم، بعد از اینجا میگیم برش فنش. وقت زمانی که فنش گفتیم، در قسمت نتورک کنکشن، در اینجا ببینین یک نتورک، البته ببخشین قسمت افغان تلکام قرار گرفت. و همچنان شارکت شد گفتیم در کجا قرار بگیرم؟ دسکتاپ. سفر منیمایز میکنیم، در این قسمت ببینین به نام افغان تلکام چی شد؟ قرار گرفت. در صورت که فلحال مودم یا امو تلفونتان در این قسمت قرار میداشته باشه، در کمپیوترتان وصل میباشه، بالای از یک بار رایت کلیک از این قسمت برش میگین کنکت. وقت زمانی که کنکت گفتین، از طرف خود افغان تلکام بر شما یک چی میده؟ ورقک میده بخاطر یوزرنیم یاد دار. در مجموع اونمو ورقک شما در یوزرنیم و پسورد یادتان درج کرده، بعد اون کنکت میگین، شما مستقیما میتونید از انترنت تلفونتان چی کنین؟ استفاده کنین یا کار. این بود طریق استفاده یا طریق کنکت کردن دایلر. و بعض موضوعات دیگه ان شاء الله بخیر شما دیگه در سایه بعدی باز در مجموع میخونید که چطور ما در یک سرور کنکت شویم، چطور ما میتونیم که در یک شبکه کنکت شویم. این موضوعات بعدی تان است که تمام از این از طریق خود امین نتورک کنکشن همراه با نتورک ستاپ ویزا چی میشه؟ البته کار میشه. بعد از بخش بعدیش دهی قسمت وایلس نتورک ستاپ ویزا، در صورتی که در سیستمتان وایلس می باشد. وایلس شما بعضتان بعضی معلومات داشته باشید که ان شاء الله بخیر ایره هم در سمستر بعدی می خوانید. خواسته باشید وایلس سیستمتان افعال بسازید، از این طریق می تانید که کار کنید. هم درس بسیار وسیع است که ان شاء الله بعدن کار خواهد کرد. و همچنان ویندوز فایروال، در صورتی که ویندوز فایروال آن باشه و شما در یک نتورک در یک شبکه قرار داشته باشید، هیچ شخص دیگه نمیتونه که در سیستم شما چی شوه؟ داخل شوه. تا زمانی که ویندوز فایروال آن باشه. وقتی زمانی که اگر آف میشه، در این صورت باز هر شخص میتونه ریموتلی از کامپیوتر خود، از طریق کامپیوتر خود در کامپیوتر ما چی شوه؟ داخل شوه و فایلای ما ببینه یا کار میگیره هر چی میشه کار. پس اگر آن باشه مثل یک دیوار وارد پیش روش یک دیوار شما میسازید و هیچ کس از طریق اینترنت از طریق نتورک در سیستم شما داخل شده نه. یار انشاءالله بخیر با شکل پرکتیکل عملی در سمستر بعدی شما خواهد خواهید.